بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت یک و یک شما از شاگردان عزیز، با امید از اینکه سعادتمند باشین باز هم در خدمت شما قرار داریم از یکی دیگر از پروگرام های برنامه مکتب از صنف 11 هم مضمون بیولوژی. پیش از اینکه وارد بحث بشین یک مرور بندازیم به درس های جلسه دوم، خصوصیات و ویژگی های حجره و ارگانل های از اون. در جلسه پیشتر صحبت از حجره داشتیم، گفتین حجره شامل سه قسمت بود: غشای حجروی، سایتوپلازم و هسته. گفتین موجودات زنده از لحاظ داشتن هسته و نداشتن هسته به دو بخش تقسیم می شدن، شامل پروکاریوت ها و یوکاریوت ها بودن. پروکاریوت ها به موجوداتی گفته می شد که هسته حقیقی و مشخص در اونا وجود نداشت، شامل آرک باکتری و یو باکتری بود، و یوکاریوت ها به غیر از آرک باکتری و یو باکتری دیگه تمامی موجودات شامل یوکاریوت ها بودن که هسته حقیقی و مشخص در اونا وجود داشت. و از جمله خصوصیات و ویژگی های موجودات زنده گفتین یک از قسمت های حجره عبارت از غشای حجروی بود که نباتات علاوه بر غشا دیوار حجروی هم داشتن. خصوصیات دیوار حجروی گفتین، دیوار حجروی از سه قسمت بود: دیوار اولی، ثانوی و وسطی. و بعد از دیوار و غشا که خصوصیات غشار، خاصیت سلکتیو پرمیبلیتی، عبور مرور و بحث محافظت از حجره با عهده‌اش، میرسیم به قسمت دوم حجره که عبارت از سایتوپلازم. چه سایتوپلازم؟ ما اگر بیم از لحاظ مثال پیش بریم، سایتوپلازم تشبیه کردیم به سفیدی تخم مرغ. گفتین اگر ما بیم تخم مرغ از لحاظ مثالی بگیم مثل چرا او نبه حیوانیه، گفتین مثل نباتات ما نظر بگیریم، چهار قسمت خود داره: دیوار حجروی، امو پوش کلسیم کاربونیت یا سفید از او که آهکی شکله، بعد غشا پرده نازوکی که بعد از قشر یا ساختمان کلسیم کاربونیتی وجود داشت. حالا بعد از امو غشا یا پرده نازوک میرسیم به سایتوپلازم. چه خوبه که ما جلوتر از سایتوپلازم فرق از این با پروتوپلازم داشته باشیم. دوستان ببینید، یک بحث داریم به نام سایتوپلازم و دیگه دارین پروتوپلازم. این دو تا را از هم دیگر باید فرق بکنید که کدام یک از اینا جزء یکی دیگه یا هر دو تا از اینا یکی چگونه. میگن خود پروتوپلازم عبارت از همون ماده اولیه که موجود زنده به صورت کل کتله از اون ساخته شده. ما یک کتله پروتوپلازمی. پس پروتوپلازم عبارت از ماده اولی که موجود زنده به وجود آورده یا از او ساخته شده، و سایتوپلازم بخشی از این کتله. وقتی ما میگیم یک حجره دارای سه قسمت، غشا، سایتوپلازم و هسته، و وجود ما یک کتله پروتوپلازمی هست، خود به خود معلوم میشه سایتوپلازم بخشی از حجره و حجرات بخش کوچکی از کتله پروتوپلازمی هست. حالا خود این سایتوپلازم چی هست و برای از این چی تعاریفی گفته شده؟ گفتیم برای بار اول دوچاردین در سال 19 دوچاردین در سال 1935 چکار میکنه؟ خود سایتوپلازم چنین تعریف میکنه، میگیم دوچاردین در سال 1935 میگه سایتوپلازم ماده نیمه شفاف و سرشناک و لزجیه. ببینید دوچاردین میگیم در سال 1935 1935 تعریفی که برای سایتوپلازم داره میگه عبارت از ماده لزجی، سرشناک و لغزندهه که سرحد بین چی و چیه؟ هسته و غشاه.
سرحد بین هست. اگر ما این یک خوش دل داشته باشین میگین این خود قشا شد علمی سایتوپلاز و این هم هسته، سرحد بین هسته و قشار بنام سایتوپلاز میگیم. سایتوپلاز بعد گفته ماده لزجی سرشناک و لغزنده که خاصیت کلویدی داره. ترکیب خود سایتوپلازم از چی هست؟ میگین ترکیب از مرکبات عضوی و غیر عضوی ساختاره. ساختار سایتوپلازم از چی شد؟ از مرکبات عضوی و غیر عضوی. مرکبات عضوی و غیر عضوی. میگیم سایتوپلازم او قسمت از این که نزدیک به غشای او به نام اکتوپلازم میگیم. او قسمت از سایتوپلازم که نزدیک به غشای پلازمایی او به نام اکتوپلازم میگیم. و او قسمتی که باز نزدیک به هسته او به نام اندوپلازم میگیم. روز شد گفتن اکتوپلازم و اندوپلازم. او قسمتی از سایتوپلازم که نزدیک به قشای حجره وی به نام اکتوپلازم میگیم. و او قسمتی که نزدیک به هسته. چرا ما گفتین سایتوپلازم سرحد بین هسته و قشا شد؟ پس یک قسمت از نزدیک به هسته و یک قسمت از نزدیک به قشای حجرویه. او قسمتی که نزدیک به قشای حجروی است به نام اکتوپلازم و او قسمتی که نزدیک به هسته به نام اندوپلازم میگه. گفتین خود از این ساخته شده از مرکبات عضوی و غیر عضوی. ما شما در بحث غشای عجروی خواندین گفتین غشا خودی از پروتین و شحم ساخته شده بود که به نام فسفولیپید میگفتین برای او. اما سایتوپلاز با ساخته شده از مرکبات عضوی و غیر عضوی. حالا مرکبات عضوی شامل پروتین ها، شحمیات و کاربوهیدرات های و مرکبات غیر عضوی از این شامل چی میتونه باشه؟ آفرین، آب، منرال ها و نمک ها. بله اینها ساختار مرکبات غیر عضوی سایتوپلازمه. پس میگین ترکیب خود سایتوپلازم یا موادی که در تشکیل دادن سایتوپلازم نقش داره شامل مرکبات عضوی و غیر عضوی هم. مرکبات عضوی شامل چی بود؟ شامل پروتین ها، کاربوهیدرات ها و شحمیات. و مرکبات غیر عضوی شامل آب، نمک ها و منرال های. تا اینجا که انشالله فهمیده باشید. حالا میگیم بگی که در داخل سایتوپلازم ما به نام انکلوژن بادی اجسام خرد و کوچک داریم. میگین در داخل خود سایتوپلازم به نام انکلوژن بادی، انکلوژن بادی یعنی اجسام خرد و کوچک. کمی اجسام خرد و کوچک میتونن باز به دو شکل باشن. انکلوژن بادی ها میتونه یا اجسام زنده باشه یا غیر زنده. انکلوژن بادی اجسام خرد و کوچکی که در داخل سایتوپلازم هست. گفتین اینا میتونن یا اجسام زنده یا غیر زنده باشن. اجسام غیر زنده از این شامل آب و مواد غذاییه. اجسام غیر زنده داخل سایتوپلازم شامل آب و مواد غذایی و منرال هاشون. و اجسام زنده از این به نام ارگانل میگیم.
اجسام زنده عزیز به نام ارگانل ها میگین. به نام چی میگین؟ ارگانل. پیش از اینکه ما بین ارگانل های داخل سایتوپلازم برای شما توضیح بدیم، یک بحثی که از فکر ما نره، میگین خود سایتوپلازم خاصیت سول و جلر داره. سول یعنی خاصیت یا حالت نیمه مایه، مایه و جل یا جل خاصیت جامد یا نیمه جامد. یعنی چی؟ میتونه سایتوپلازم نظر به مواد اطراف خود، باز انشاءالله به درس‌های بعدی میخوانیم، وقتی بدن نیاز داره به واحدهای پروتئینی، به واحدهای شحمی، به واحدهای کاربوهیدراتی و غیره، اینا رو باید خود قشای حجروی جذب بکنه. از کجا؟ از جریان خون و بعد وارد حجره بکنه. حالا چگونه این کار رو انجام میده؟ میگن یکی از خصوصیات خود سایتوپلازمه که خود رو به سول و جل تبدیل میکنه. سول حالت مایع و جل حالت جامد. اگر اطراف حجره، اگر چی؟ اطراف حجره ما مواد اطراف حجره شکل جامد داشت، فورا سایتوپلازم خود رو به سول تبدیل میکنه تا بتونه جابجایی مواد از محیط غلیظ به طرف رقیق صورت بگیره. ببینین وقتی میگین اطراف حجره مایع بود، سایتوپلازم خود تبدیل میکرد به ژل تا جابجایی یا نفوذ یا آسموز صورت بگیره. و باز برعکس، اگر اطراف حجره شکل جامد داردش، سایتوپلازم خود به سول تبدیل میکنه تا بازم جا بجایی. اگر اطراف مایع بود خور به جل، و اگر اطراف جامد بود خور به سول تبدیل میکنه تا بتونه جا بجایی مواد از طرف محیط رقیق به طرف محیط غلیظ صورت بگیره، که از جمله خواص سایتوپلازم. اما میبرو ارگانل ها یا اعضای زنده داخل سایتوپلازم. ارگانل ها یا اعضاچ های داخل سایتوپلازم شامل چی هست؟ یک، میگین خود ارگانل ها یا اعضاچ های داخل سایتوپلازم شامل یک، ER میتوکاندریا، اندوپلازمیک ریتیکولم، خیلی ببخشین، اندوپلازمیک ریتیکولم. دوم، بحث ریبوزوم ها. سوم، لیزوزوم. چهارم، میتوکاندریا. پنجم، پلاستید. سنتروزوم ها، واکیول ها، اجسام گلجی. اینها از جمله ارگانل های یا اعضاچه های زنده داخل سایتوپلازمه که هر کدوم از خود وظایف مخصوص داره. ER یا اندوپلازمیک ریتیکولم، ریبوزوم، لیزوزوم، میتوکاندریا، پلاستیدها، سنتروزومها، واکیول، اجسام گلجی و غیره. اینا رو به نام ارگانل ها یا اعضاچه های داخل سایتوپلازم میگیم. مین که اندوپلازمیک ریتیکولم و وظایف از این خودش ما داشته باشیم. خب گفتین خود اندوپلازمیک ریتیکولم اینا عموماً به شکل ساختمان های شبکی تیوب مانندی هن. به شکل ساختمان های شبکی تیوب مانند که به دو نوع نگین خود اندوپلازمیک ریتیکولم یا ER به دو نوع.
اینا به شکل ساختمان های تیوب مانند و شبکه‌ای که یکی دانه داره که به نام گرانولر میگین و یکی دیگه صاف یا اگرانولر. وظیفه گرانولر یا دانه دار تولید پروتینه. میگین ای آر دانه دار یا گرانولر کار از او چیه؟ در ساختن یا سنتز یا تولید پروتین خود ما کمک میکنه، یعنی خود وجود کمک میکنه. و نوع دیگه که هست به نام صاف یا اگرانولر. وظیفه اگرانولر چیه؟ برای بی اثر ساختن مواد زهری، سموم و زهریاتی که در داخل بدن جایگزین شده، خاصیت زهری از اینا رو اندوپلازمیک ریتیکولم صاف خونسا میکنه. فهمیده شد؟ ای آر مخفف چی بود؟ بله آفرین، اندوپلازمیک ریتیکولم. به چند نوع بود؟ به دو نوع. چی و چی؟ صاف و دانه دار. اینا به چی شکلی در خود حجرات دیده میشن؟ گفتین به شکل ساختمان های شبکی تیوب مانند. خیلی خوب، وظیفه بی اثر ساختن مواد زهری که دو نوع بوددش، نوع صاف آفرین، و در تولید و ساختن پروتئین نوع دانه دار نقشش آفرین. خیلی خوب، میان برو ارگانل دیگی که به نام ریبوزومه. ریبوزوم ها در کتاب شما ذکر شده در سال 1953 منتها سال 1943 که اینها توسط پالات کشف میشه. این خود ریبوزوم عبارت از دانگک های هن. وقتی شما ای آر رو صحبت کردین گفتین خود ای آر داندار، خودمو دانگک ها عبارت از ریبوزوم های هن که بروی چی وجود داره؟ بروی اندوپلازمیک ریتیکولم داندار. دانگک هایی که بروی ای آر وجود داره عبارت از ریبوزومه که میگن اینا در سال 1943 توسط پالات کشف شد. اینا در سطح حجره یا در داخل حجره به شکل دانگک های پراکنده در تمام قسمت های حجره وجود داره. کار از اینا ساختن و تولید پروتینه. شما به صنف دهم خواندین بدن ما و شما قادره از واحده های پروتینی صدها نوع امینو اسید، یعنی 20 نوع امینو اسید ساخته شده. پروتین ها وقتی جذب بدن میشن تبدیل به امینو اسید میشه. حالا بدن قادره که از زمین 20 نوع امینو اسید 1000 نوع دیگر بسازه. ریبوزوم ها در داخل حجرات کار نامی هست، نظر به ضرورت و نیازمندی میان در سنتز یا ساختن پروتئین خود حجره کمک میکنن. بس و موضوعی که امروز داشتیم راجع به خود سایتوپلازم بود. گفتیم سایتوپلازم برای بار اول در سال 1935 دوچاردین اورچنین تعریف کرد و گفت ماده نیمه شفاف سرشناک و لزجیه که خاصیت ارتجاعی و انقباضی داره و دیگه که دارای دو قسمت بودی و قسمتی که نزدیک یا پهلوی قشای پلازمه به نام اکتوپلازم و قسمتی که نسبتا سخته و همچنین پهلوی قشای حجروی وجود داره او به نام بحث اندوپلازم میگین و خود سایتوپلازم از مواد عضوی و غیر عضوی ساخته شده بود. مواد عضوی از این شامل کاربوهیدرات ها، پروتین ها و شحمیات بود و غیر عضوی آب و نمک و منرال ها. گفتین سایتوپلازم خود در خاصیت سولوجلر میتونه داشته باشه، میتونه خود در به نیمه جامد و نیمه مایع تبدیل بکنه. میگیم در داخل سایتوپلازم انکلوژن بادی اجسام خرد و کوچک وجود داشت. اجسام خرد از این شامل یا به اصطلاح میتونیم اجسام غیر زنده از این شامل آب و مواد غذایی بود و اجسام زنده از این شامل ارگانل ها که ارگانل ها شامل اندوپلازمیک ریتیکولم، ریبوزوم، لیزوزوم، واکیول، پلاستید، سنتروزوم ها و اجسام گولژی هستند که امروز خود شما ای آر یا اندوپلازمیک ریتیکولم رو خواندین به دو نوع بود، دانه‌دار و صاف. نوع دانه‌دار در تولید و ساختن پروتئین و نوع صاف در بی اثر ساختن بحث دواهای زهری یا سموم نقشش.
و همچنین ریبوزوم ها رو خوندیم که در سال 1943 توسط پالات اینا کشف شد. دانگک هایی که در داخل خود حجره یا در داخل سایتوپلازم بخصوص گروه ای آر داندار وجود داره، همین رایبوزوم های هم که در تولید پروتئین خود حجره کمک میکنن. با امید از اینکه از مطالب و موضوعات استفاده کلی برده باشین، تا دیدار بعد و برنامه بعد همه شما به خداوند بزرگ میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.